جز از کل نوشته استیو تولتس ترجمه پیمان خاکسار با صدای هلیا مقصودی قسمت دهم ده یک شب که روی کاناپه دراز کشیده بودم و مثل موجی که داخل کره چشم اسیر شده احساس جدا افتادگی می کردم از پشت دیوار صدای دعوای همسایه را شنیدم. زنی داد زد برای چی همچین کاری کردی؟ و مرد در جوابش اربده کشید تو تلویزیون دیدم شوخی سرت نمیشه؟ داشتم به چیزی که احساس می کردم آخرین سلول مغزم است فشار می آوردم تا بفهمم چه کار کرده که یکی در زد. جواب دادم. پشت در مردی جوان با اندامی حسادت برانگیز و سری تاس و کتی برازنده ایستاده بود. گفت اسمش گوین لاو است و من هم در جا قبول کردم. اصلا دلیلی به ذهنم نرسید کسی اسم خودش را بگذارد گوین لاو مگر اینکه اسم واقعیش همین باشد. گفت وکیل است و همین به داستان گوین لاو بودنش وزن بیشتری داد. گفت چند مدرک آورده که باید امضا کنم. چه جور مدرکی؟ اموال پدرت توی انبار نگهداری میشه. تمامشون به تو تعلق داره. فقط باید اینجا رو امضا کنی. اگه نخامشون چی؟ منظورت چیه؟ اگه نخامشون خب امضا لازم نیست خب صورتش چیزی نشان نمیداد دو دل گفت به هر حال من امضای تو رو لازم دارم متوجه هم ولی فکر نکنم بخوام به شما امضا بدم فورا اعتماد به نفسش دود شد و رفت هوا قشنگ معلوم بود اگر از من امضا نگیرد به درد سر خواهد افتاد. شما ارسیتون رو نمیخواین آقای دین؟ پول داشته؟ تنها چیزی که لازم دارم پوله. نه متاسفانه. حساب بانکیش خالیه. هر چیز با ارزشی هم داشته به فروش رسیده. چیزی که از اموالش باقی مونده بیارزشه؟ ولی ارزش یه نگاه و داره. سعی می کرد مثبت به نظر بیاید. با تردید گفتم شاید. به هر حال نمیدانستم برای چه این بیچاره را عذاب می دهم. امضا کردم. بعدش بود که فهمیدم امضا کردم کسپر. او هم ظاهرا متوجه نشد. حالا این انبار کجا هست؟ این آدرسشه و یک کاغذ داد دستم اگه الان بخوای بری میتونم برسونمت رفتیم به ساختمانی دولتی و دلگیر که بین چند انبار لوازم خانگی و چند عمده فروشی مواد غذایی کنسروی قرار گرفته بود نگهبانی در یک اتاقک سفید برای بالا و پایین کردن مانع چوبی ورودی پارکینگ اختیار تام داشت. گوین لاو شیشه را داد پایین. ایشون جسپردین هستند. اومدن که اموال پدرشون رو ببرن. گفتم من نیومدم چیزی ببرم. اومدم فقط یک نگاهی بکنم. نگهبان گفت کارت شناسایی. گوای نامام را درآوردم و به او دادم نگهبان بررسیش کرد و سعی کرد عکس روی کارت را با صورتی که به سرم الساق شده بود تطبیق بدهد خیلی به هم شباهت نداشتند ولی بد به دلش راه نداد با ماشین رفتیم جلوی ساختمان گوین لاو گفت احتمالا زیاد اینجا میمونی نگران نباش ازت نمیخوام منتظرم بمونی. از ماشین پیاده شدم و گوین لاو برایم آرزوی موفقیت کرد که به نظرش خیلی کار بزرگی بود. مردی خپل و کوتاه با یونیفرمی خاکستری در را باز کرد. شلوارش را از حد معمول بالاتر کشیده بود. کمکی از من برمیاد؟ من جسپردین هستم. اموال پدرم توی یکی از اتاقهای خفه شما انبار شده. اومدم یه نگاهی بکنم. اسمش مارتین دین چشمان مرد کمی گشاد شد و بعد دوباره به حالت اول برگشت. رفت دفترش و با یک دفتر بزرگ آبی برگشت. دین دین میشه اتاق پرسیدم یک سفر یک یاد اورول افتاده بودم گفت نود و از این طرف دنبالش رفتم توی آسانسور چیزی نداشتیم به هم بگوییم و برای همین شماره طبقات را که به نوبت روشن میشد نگاه کردیم و دیدم هر عدد را زیر لب زمزمه می کند. طبقه چهارم بیرون آمدیم و در راه روی دراز و پر نور راه افتادیم. وسط راه گفت اینجاست و کنار دری ایستاد. این در که شماره نداره. از کجا میدونی شمارش سه؟ شغلم اینه که بدونم. این که نشد شغل. یک دست کلید در آورد و قفل را باز کرد و در راه هل داد. اگه دلت بخواد میتونی در رو پشت سرت ببندی. خوبه همینجوری. به نظر جایی نمی آمد که آدم دلش بخواهد داخلش حبس شود. اتاق تاریک و در هم و بر هم بود و انتهایش را نمی دیدم. تصور کردم تا لبه بیکرانگی امتداد دارد. نمیدانستم چطور توانستند این همه چیز را اینجا بیاورند. کتابها، چراغ‌ها، نقشه ها، اکس ها، مبلمان، قاب عکس های خالی، یک دستگاه قابل حمل رادیولوژی، جلقه های نجات، تلسکوپ ها، دوربین های قدیمی، قفسه های کتاب، پیپ ها، و گونی های زمینی پر از لباس. تمام فضا با مایملک پدرم اشغال شده بود. همه چیز را با شلختگی روی هم ریخته بودند. کاغذها روی زمین پخش بودند که شوهای باز و خالی دمر افتاده بودند روی زمین. معلوم بود که همه جا را گشتند تا شاید سر نخی از محل اختفایش پیدا کنند و بفهمند پولها را کجا پنهان کرده. هر متر مربع قبار گرفته آنجا پر بود از خرت و پرت های به درد نخوره پدرم. از جستجو میان مار پیچ خورده ریزها احساس دل مردگی کردم. استرابی که هر یک از اشیای آنجا به من القا کرده بود هنوز در جای خود باقی بود. بوی تند ناکامیش از همه جا بلند بود. این توهم را داشتم که در مغز پدرم راه می رویم. واقعا سرزمینی بود بی صاحب. احساس می کردم بر های کشف نشده قدم می گذارم. مثلا یک دفتر طراحی بزرگ و آبی رنگ چند ساعت مشغولم کرد. داخلش پر از طرحهایی بود از وسایلی غیر قابل تصور. یک گیوتین دستساز. یک حباب تاشوی پلاستیکی که برای سیگار کشیدن در توالت هواپیما طراحی شده بود. تابوتی به شکل علامت سوال. یک جعبه پیدا کردم که داخلش سی چهل رمان عاشقانه آبکی بود به همراه زندگی نامه ناتمامش و در زیر اینها دست نویسی با این عنوان. عشق در وقت نهار گم شده بودم احساس می کردم با لایه های پنهان وجودش آشنا می شدم. حتی قبل از اینکه فکر نوشتن کتابی درباره پدرم به ذهنم خطور کند حتی قبل از نوشتن اولین سطر خودم را زندگی نام نویس اجباری او می دیدم. تنها چیزی که در آن تخصص داشتم پدرم بود. حالا به نظر می آمد زندگیش گوشه هایی داشت که چشمم بهشان نیفتاده بود. داشت بعد از مرگش هم مسخرم می کرد. نگهبان آمد دم در و پرسید رو به راهی؟ نمیدانستم چنین سوالی را باید چطور جواب می دادم. بنابراین گفتم رو به راهم. پس تنهات می زارم و تنهایم گذاشت. با این همه آشغال باید چه می کردم؟ البته یادداشتهایش ارزش نگهداری داشتند. بدون آنها نمی توانستم به کسی ثابت کنم زندگی من با او به همان جنونی بود که به خاطرش می آوردم. و نه فقط برای غریبه ها برای خودم دفترچه ها و زندگی نامش را گذاشتم کنار در و به جستجو ادامه دادم زیر یک کت پشمی بیت زده یک جعبه بزرگ چوبی پیدا کردم که گوشه هایش پوسیده بود. به نظر می رطوبت و گذر زمان به آن آسیب رسانده است. یک قفل از آن آویزان بود و یک دیلم هم افتاده بود روی زمین. مامورها که دنبال میلیون دلار گم شده می گشتند، با دیلم درش را باز کرده و داخلش را گشته بودند. از نزدیکتر نگاه کردم. گوشه صندوق یک پاکت نامه زرد شده بود که رویش فرانسوی نوشته بود و اسم پدرم به همراه آدرسی در استرالیا زیرش درد شده بود. بازش کردم. بالایش یک نقاشی بود. در نور اندک آنجا اول نتوانستم تشخیصش بدهم. ولی وقتی خوب دیدمش چنان شکه شدم که شاید چیزی شبیه ها از دهانم خارج شد. همان صورتی بود که در مرغدانی تایلند نقاشی کرده بودم. نقاشی صورت از همگسیخته ای که تمام زندگی مرا دنبال کرده بود. نقاشیش که نابود شده بود. سرم گیج می رفت. دوباره نگاه کردم قطعا نقاشی من بود. این چه کسی بود؟ آوردمش بالا تا ببینم زیرش چیست. زیرش هم باز نقاشی همان چهره بود. عجیب بود من فقط یکی کشیده بودم بعد متوجه شدم اینها را من نکشیده بودم مادرم کشیده بود نفس عمیقی کشیدم و فکر کردم یاد دفترچه سبز پدرم افتادم یادداشت های پاریسش بابا برایش رنگ و بوم و قلم مو خریده بود و آسترید افتاده بود به نقاشی. کلمات دست نویسش در مغزم حک شده بودند. یادم آمد که نوشته بود هر نقاشیش تصویری از جهنم است. بسیاری جهنم در آستینش دارد و تمامشان را نقاشی می کند. ولی جهنم یک صورت هست و او فقط این صورت را نقاشی می کند. صورتی وحشتناک بارها و بارها همین صورت را می کشد. یک لحظه وحشت بدل شد به یک دقیقه وحشت و همینطور ادامه پیدا کرد. دوباره چهره را نگاه کردم. شبیه یک کبودی بود بنفش و لکه لکه. بعد تک تک نقاشی ها را با دقت نگاه کردم. این کار ناپذیر بود. موجه های پلک پایینی که مثل انگشت جمع شده بودند. موهای دماغ شبیه رشته های عصب. چشمانی در حالت خلصه نزدیکی عذاباور دماقی پخ نگاه خیره آزار دهنده انگار تهدید می کرد از کاغذ بیرون می آید و پا به اتاق می گذارد. این احساس زجرآور را هم داشتم که بویش را حس می کنم رای هش موج موج از کاغذ بیرون میزد. من و مادرم یک چهره نقاشی کرده بودیم. یک چهره دیواسا. یعنی چه؟ آیا این نقاشی ها را در کودکیم دیده بودم؟ نه. در دفترچه خاطرات پدرم نوشته شده بود آسترید بعد از به دنیا آمدن من نقاشی را کنار گذاشته بود و چون درست بعد از مرگش از پاریس رفته بودیم قاعدتا نمی توانستم دیده باشمشان پس آسترید صورتی دیده بود و مدام آن را می کشید و من هم همان صورت را دیده بودم و نقاشیش کرده بودم دوباره نقاشی ها را وارسی کردم. با آن لبه های تیز و خطوط افقی شکسته به رنگ سبز لجنی، خطوط مواج سیاه و قرمز و قهوه‌ای که صورت را از لحاظ هندسی ناخوشایند جلوه می‌داد. چهره‌ای که آستریت کشیده بود، چهره‌ای منفعل نبود. چهره ای بود در حال فعالیت فعالیت به وحشت انداختن رویم را از نقاشی ها برگرداندم سعی کردم به راه حلی برسم کاملا منطقی بود فکر کنم الف یک چهره بر من و مادرم ظاهر شده بود یا به مادرم آن را شناور در میان ابرها ندیده بود صاحب چهره را از نزدیک می شناخت دوباره در انبار راه افتادم و به زور از میان آتاش قالها رد شدم و به یک کمد شکسته رسیدم در کشوی پایینی یک بسته نیمه پر ماربورو پیدا کردم و فندکی به شکل نیم تنه یک زن. یک سیگار روشن کردم ولی ذهنم مشغول تر از آن بود که پک بزنم. آنقدر غرق در فکر آنجا ایستادم که سیگار دستم را سوزاند. چشمانم ناگهان باز شدند. بسته شدنشان را متوجه نشده بودم. فکری در ذهنم جا گرفته بود ولی عجب فکری عجب فکری چرا زودتر نفهمیدم مثل یک برنده مسابقه دور اتاق راه رفتم و داد زدم خدای من خدای من دوباره نقاشی ها را نگاه کردم این اتفاق هرگز برایم نیفتاده بود مثل اصابت آزرخش بود باور نکردنی داد زدم چرا فکر کنم دارم به پدرم تبدیل میشم در حالی که این احتمال مساوی وجود داره که دارم تبدیل میشم به مادرم پایم را طوری زمین کوبیدم که کل ساختمان لرزید. این فکر خیلی مایه ی آسایش خاطر بود. چرا تمام این مدت نگران بودم؟ تازه اگر هم فرایند تبدیل شدن به پدرم را از سر می تنها بخشی از من بود که تبدیل می شد نه تمام وجودم شاید یک چهار رومم به او بدل می شود. یک چهارم دیگر به مادرم یک هشتم به تری یا این چهره یا تمام منهایی که هنوز ملاقاتشان نکردم وجود این نقاشی ها حوزه جدیدی از وجودم را آشکار کرد که در مخیلم نمی گنجید. فکر می کنم می توانید شادی غیر قابل وصفم را درک کنید دوره ای که پدرم تهدید به تسلط بر شخصیتم می کرد حالا دیگر یک سراب بود هرگز فقط من نبودم و او یک بهشت لعنتی بود از شخصیت های مختلف روی مبل نشستم و چشمانم را بستم و خودم را تصور کردم. هیچ چیز را به وضوح نمی دیدم. عالی باید همین طور باشد. من تصویری مات هستم که مدام در تلاش برای رسیدن به وضوح هست. و وقتی فقط یک لحظه خودم را به وضوح می بینم پیکری هستم در پس زمینه خودم پرزدار مثل کرک هلو ناگهان متوجه شدم اینها یعنی چه مأموریتم مشخص شد پرواز به اروپا و پیدا کردن خانواده مادرم. این چهره نقطه آغاز بود. این چهره اولین سر نخ بود. فکر کردم وقتی چهره را پیدا کنی خانواده مادرت را هم پیدا می کنی. با عجله تا جایی که دستم جا داشت بومها را بغل زدم و یک تاکسی صدا کردم و بردمشان خانه. تمام شب به آنها زل زدم. ملغمه ای از احساسات متضاد انگار وجودم را پاره پاره می کرد. غمی عمیق به خاطر از دست دادن مادرم. احساس آسودگی از اینکه ذهن و روح و روانمان به هم نزدیک بوده وحشتی عظیم از آن چهره غرور کشف رمز یک معما و خشمی بابت اینکه معمای حل شده را درک نمی کردن. نیمه شب تلفن زنگ زد. نمیخواستم جواب بدهم. روزنامه نگارها دست از سرم بر نمی داشتند. زنگ تلفن قطع شد و نفسی عمیق از سر آسودگی کشیدم. عمر نفس کوتاه بود یک دقیقه بعد تلفن دوباره زنگ زد. تا صبح قرار بود زنگ بزند. بالاخره گوشی را برداشتم. مردی گفت آقای دین به نظرم باید عادت می کردم. گفتم گوش کن من مصاحبه و نقل قول و تفسیر نمیکنم چرا نمیرین سراغ اون فوتبالیستی که به چند نفر تجاوز کرده؟ من خبرنگار نیستم. پس کی هستی؟ اگه بشه با هم قرار بذاری. اگه بشه شما بفرمایید کی هستین؟ نمیتونم بگم. احتمالا تلفن تو کنترل میکنن. چرا باید تلفن منو کنترل کنن؟ و با شک تلفن را نگاه کردم. نمیتوانستم بگویم کنترل میشود یا نه. میتونی فردا نه صبح بیای ایستگاه مرکزی قطار؟ اگه تلفنم کنترل میشه همون کسی که الان داره گوش میده فردا نمیاد نگران این چیزاش نباش نیستم گفتم شاید تو باشی پس میای خیلی خوب میام گوشی را گذاشت مدتی به تلفن خیره ماندم به این امید که زبان باز کند و تمام چیزهایی را که از درکشان عاجز بودم برایم توضیح بدهد. ساعت نه صبح فردا در ایستگاه مرکزی بودم و خدا میداند انتظار چه کسی را میکشیدم روی نیمکت نشستم و مردمی را تماشا کردم که با عجله به ایستگاه میآمدند تا سوار قطار شوند و مردمی که با عجله از قطار بیرون می آمدند تا از آن فاصله بگیرند. عین هم بودند. یک ماشین بوغ زد. برگشتم و یک بنز سیاه با شیشه های دودی دیدم. راننده دستش را از پنجره آورده بود بیرون و با انگشت به من اشاره می کرد. نشناختمش. وقتی دید عکس عملی نشان نمی دهم با کل دستش به من اشاره کرد. رفتم. با اینکه بغل ماشین ایستاده بودم باز هم نمی توانستم کسی را که صندلی عقب نشسته بود خوب ببینم. ممکنه سوار ماشین بشین آقای دین؟ چرا باید سوار شم؟ صدایی از ماشین بلند شد. جسپر، بیا تو. بی اختیار لبخند زدم. عجیب بود. چون مدت ها بود لبخند نزده بودم. در عقب را باز کردم و وقتی ماشین راه افتاد من و آنوک ده دقیقه بی اینکه کلامی رد و بدل کنیم یکدیگر را در آغوش گرفتیم. بعد از هم فاصله گرفتیم و با دهان نیمه باز به هم خیره شدیم. اینقدر حرف داشتیم که نمیدانستیم از کجا باید شروع کنیم. آنوک هیچ شباهتی به یک بیوه ثروتمند نداشت. یک ساری قرمز به تن داشت و دوباره سرش را از ته تراشیده بود. چشمان درشت سبزش مثل نمادی از فاجعهای باستانی مجنونوار از درون جمجمش نگاه هم می کردند. چهرش هم جوان بود و هم پیر. هم غریبه و هم آشنا. گفت باید فکر کنی من با این همه اتفاق عجیب و غریب پارانوید شدم جسپر ولی واقعا وحشتناکه همه از من میخوان قیافه شجاع بگیرم ولی نمیتونم من فقط یک قیافه شوریده دارم بعد از اسکار و حالا هم پدر تو این تنها چیزیه که برام باقی مونده نشسته بودم و دنبال راهی میگشتم تا بتوانم حرف بزنم. به جای حرف زدن دستش را فشار دادم. تمام اینا مال من جسپر. نمیدونم یهو چی شد. من پولدارترین زن استرالیا هستم. راننده گفت پولدارترین زن جهان. گوش نکن. ببخشید آنوک. به هیچ کس اجازه نمیدم خانم هابز صدام کنه. این یه داستان دیگه است. ولی اینکه پولدار شدم خنده دار نیست. ورای خنده بود. حتی ورای کنای آمیز. بار اولی که یکدیگر را دیدیم هنوز یادم بود. روی ماشین پدرم با کلید خط انداخته بود چون از پولدارها بدش می آمد. گفت ولی تو چرا اینقدر لاغر شدی؟ چی به سرت اومده؟ فقط یه چیزای جزئی از ماجراهات شنیدم. از راننده خواستم بایستد و او هم در یک کوچه بنبست پار کرد. من و آنوک پیاده شدیم و کنار یک الکلی خواب که تلویزیونی شکسته را بغل گرفته بود ایستادیم. همه چیز را درباره ادی تری تاونی دموکراتیک تایلند زهر گروه قاتلان کارولین و قاچاقچیان انسان به او گفتم وقتی به بخش سفر با کشتی رسیدم لب پایینش را گزید و موقع مرگ پدرم آن را به داخل دهانش مکید تمام مدتی که داستان را تعریف می کردم چشمانش بسته بود و لبخندی غمگین و تلخ و شیرین بر چهره داشت. در مورد نقاشی های مادرم چیزی نگفتم. چون میخواستم یک چیز را فقط برای خودم نگه دارم. گفت من که قایم شدم. همه از من میخوان تصمیم بگیرم که چی کار میخوام بکنم. میخوام این دم و دستگاه عظیم و اداره کنم یا نه؟ میخوای؟ بعضی چیزاش باحاله. اداره یه شرکت فیلمسازی بد نیست. یادت یه باری یه فیلم کوتاه ساختم؟ یادم بود. فاجعه ای بود متظاهرانه مرکب از تصاویری انتضاعی و نماد پردازی دم دستی در مورد مرد ثروتمندی که زنی فقیر را وسوسه می کند تا سینهش را به او بفروشد. نظرت چیه جسپر؟ می تونم یه استدیوی فیلمسازی رو اداره کنم؟ حتماً دارم به خیلی از دوستان بعض و بخشش می کنم. استدیوهای ضبط موسیقی، کتاب فروشی، رستوران، هتل‌های زنجیری، کشتی های تفریحی. پدرم هم همیشه دوست داشت یک جزیره داشته باشه. ولی برای این یکی تا تولدش صبر می کنم. هیچی برای خودت نگه نمی داری؟ چرا اینقدرم احمق نیستم؟ روزنامه ها و مجلات و شبکه های رادیو تلویزیونی و استدیوی فیلمسازی رو برای خودم نگه میدارم. باورت میشه جسبر؟ بزرگترین ماشین تبلیغاتی ساخت بشر افتاده دست ما منظورت از ما چیه راجع به همین میخوام باهات حرف بزنم الان میخوای چیکار کنی میخوام برم اروپا و دنبال خانواده مادرم بگردم. ولی پول لازم دارم. میشه یکم به من پول بدی آنوک؟ بهت پس نمیدم. آنوک ناگهان سر تا ته کوچه را برانداز کرد. فکر کردم فرقی نمی کند آدمی مشهور باشی یا جنایتکاری تحت تعقیب. توجه زیاد، آدم را پارانوید می کند. به طرفم خم شد و با لحنی جدی گفت هر چیزی بخوای بهت میدم جسپر. واقعا به یه شرط. باید کمکم کنی. نه. کلی قدرتمند میشی. قدرت, می قدرت اوق. خواهش میکنم. ببین من واقعا میخوام از کشور برم و بقیه عمرم و توی مه شناور باشم. نمیخوام کمکت کنم. چه کمکی میخوای؟ توی اداره رسانه ها. کدومشون؟ همش. من میخوام برم اروپا. نمیخوام اسیر یه دفتر بشم. الان قرن بیست و یکمه اگه بخوای میدونم چه قرنیه چرا همتون دائم میخواین به آدم بگین چه قرنیه خب اگه میخوای بری برو یه لپتاپ و یه دستیار و یه موبایل کار تو را میندازه میتونی توی راه همه کارا رو انجام بدی خواهش میکنم جسپر من به هیچ کس اعتماد ندارم به عمرت این همه آدم ندیدی که این همه چیز بخوان؟ همه دستاشون رو دراز کردن از جمله دوستای قدیمی خودم هیچ هم حاضر نیست نظر واقعیش رو به من بگه تو تنها کسی هستی که میتونم روش حساب کنم زمنن فکر میکنم پدرت تمام عمر تو رو برای چنین روزی آماده می کرد. شاید دقیقا برای همین. شاید تمام مدت خبر داشت. به نظر دست سرنوشت نیست. من و تو بی ربط ترین آدمای روی زمین برای چنین شغلی. همینش خیلی خوبه. این دیوون بازی آنوک. من هیچی راجع به روزنامه و تلویزیون نمیدونم. منم هیچی راجع به یه قول رسانه ای نمیدونم. ولی بیا. چطور شده که من الان اینجا؟ چرا؟ من جون نکندم تا به اینجا برسم. افتادم توش. احساس میکنم باید یه کاری بکنم. مثلا چی؟ قیافش سخت و جدی شد. از آن غیافه هایی که فقط با نگاه کردنش چهره خودت هم سخت و جدی می شود. جسپر من اعتقاد دارم اساس زندگی عشقه و اینکه عشق سازمان یافته قانون بنیادی جهانه. این جهانی که میگی کجاست؟ بعدم نمیاد یه سری بهش بزنم و سلامی بکنم. آنوک لبه یک بشگه خالی آب نشست. است. تمام وجودش اشتیاق و شعف ناب بود. شاید ادا در می آورد که از دست اتفاقاتی که او را بدل به زنی قدرتمند و پولدار کرده بود شاکی است. ولی من را نمی توانست گول بزند. من اعتقاد دارم افکار انسان اغلب بلفل میشن. یعنی ما با تفکر باعث به وجود اومدن بعضی چیزا میشیم. درست؟ خب به این فکر کن. یکی از بیماریهایی که توی دنیای غرب اپیدمی شده اتیاد به اخباره. روزنامه، اینترنت، شبکه های خبر 24 ساعته. و این اخبار چی هستند؟ اخبار یعنی تاریخ در حال شکل گیری. پس اعتیاد به اخبار یعنی اعتیاد به حاصل تاریخ. تا حالا متوجه شدی چی گفتم جسپر؟ بله، ادامه بده. توی چند دهه گذشته اخبار به عنوان سرگرمی ارائه شده. پس اعتیاد مردم به اخبار اعتیاد به عمل کردشون به عنوان سرگرمیه. اگر قدرت تفکر رو با اعتیاد به اخبار سرگرم کننده ترکیب کنی بخشی از وجود صدها میلیون بیننده که آرزوی برقراری صلح روی زمین رو داره روی بخشی که فصل بعدی داستان رو میخواد سایه میندازه هر کسی که اخبار رو بگیره و ببینه که هیچ اتفاقی نیفتاده سرخورده میشه. آدمها روزی دو سه بار اخبار رو چک میکنن. اونا حادثه میخوان و حادثه نه تنها یعنی مرگ یعنی هزاران مرگ. پس بخش پنهان وجود معتادهای اخبار آرزوی فجایع بزرگتر داره. جسدهای بیشتر، جنگهای وسیعتر، حملات وحشتناکتر دشمن و این آرزوها هر روز وارد دنیا میشن. نمیبینی؟ الان بیشتر از هر دوره دیگه تاریخ آرزوی بین المللی تاریک و سیاهه. مرد بی خانمان بیدار شده بود و چشمان خمارش بین من و آنوک در نوسان بود. لبخندی از روی بی حسلگی بر لب داشت. انگار میخواست در جواب نظریه آنوک بگوید همه اینها را قبلا شنیده. شاید هم شنیده بود. حالا قصدت چیه؟ ما باید این اعتیاد و از سرشون بندازیم جسبر. وگرنه باید بدجور تاوان بدن ما آره جسبر به الکلی نگاه کردم تا مطمئن شوم تمام اینها خواب و خیال نبوده دلم میخواست به آنو کمک کنم البته می توانستم کنترل روزنامه ها را دست بگیرم و مجبورشان کنم تیترهای بامزهی مثل این بزنند. این روزنامه تفکر مستقل را ناممکن می کند. و با بیمزه و خسته کننده کردن اخبار آنوک را به هدفش برسانم و اعتیاد مردم به اخبار را از بین ببرم. بهترین کار این بود که اخبار محدود به اتفاقات مثبت و پیش پا افتاده شود. مادر در بزرگها گیاهان تازه در باغچه می کنند. ستاره های فوتبال همراه خانواده هایشان غذا می خورند. و قاتلان زنجیری راهی به چرخ و فلک مشاهیر پیدا نمی کنند. هرچند، آخرین چیزی که میخواستم این بود که نقشی مهم در اجتماع داشته باشم. مردم جامعه هنوز با شنیدن اسم پدرم از کوره در میرفتند و بنابراین از هر کاری که من ممکن بود بکنم از همین حالا بیزار بودند. تنها چیزی که میخواستم این بود که در جماعت وسیع مردمی غیر انگلیسی زبان زوب شوم. حالا آنوک میخواست کنترل اخبار دست من باشد. بزار بهت بگم آنوک. بدون من شروع کن. من هر شیش ماه یک بار بهت زنگ میزنم ببینم چی کار میکنی. شاید بعدن بیام و کمکت کنم ولی روی شاید خیلی تاکید دارم. صدای عجیبی از هنجرش در درآورد و شروع کرد نفس نفس زدن چشمانش حتی گردتر شدند ضعف کردم ناامید کردن خودم کم بود یک نفر دیگر را هم از خودم ناامید کردم حس خوشایندی نداشت برای همین است که هیچ وقت نباید تلفن جواب داد یا در را روی کسی باز کرد. اینجوری مجبور نمیشوی به کسی نه بگویی. باشه جسپر. ولی ازت میخوام قبل از رفتن یک کاری برام بکنی. چه کاری؟ یه آگهی ترهیم برای پدرت بنویس تا من توی روزنامه چاپ کنم. برای چی؟ هیچ کس اهمیتی نمیده. من اهمیت میدم. تو هم. و من تو رو میشناسم. احتمالا به هیچ عنوان برای پدرت ازاداری نکردی. میدونم آدم اذیت کنی بود ولی تو رو دوست داشت و چیزی رو که الان هستی مدیون اونی. برای همینم باید یه چیزی در موردش بنویسی. مهم نیست ازش تعریف کنی یا بهش فوش بدی فقط با قلبت بنویس نه با مغزت دوباره سوار ماشین شدیم و مرد بی خانمان با چشمانی خندان نگاهمان کرد معنای نگاهش این بود که اتفاقی مکالمه دو آدمی را شنیده که خود را زیادی جدی میگیرند ماشین کنار خانه من پارک کرد و روی صندلی عقب یکدیگر را نگاه کردیم. پلک نمی زدیم. حرکت نمی کردیم. واقعا نمی تونم رازید کنم چند ماه استرالیا بمونی؟ واضح بود دلش می خواست یک چهره آشنا دورو برش باشد و احساس بدی پیدا کردم چون داشتم مال خودم را می بردم اروپا. ببخشید آنوک. باید این کار رو بکنم. سر تکان داد. بعد یک چک به مبلغ 25 هزار دلار برایم نوشت. تا ابد سپاسگزارش بودم ولی نه اینکه نگویم کاش بیشتر بود. با یکدیگر روبوسی کردیم و خداحافظ گفتیم و وقتی مرسدس رفت نزدیک بود از هم بپاشم ولی از روی عادت خودم را جمع کردم رفتم بانک و چک را به حسابم گذاشتم. سه روز طول می کشید تا پول به حسابم بیاید و بتوانم بلیتی یک طرفه به مقصد یک جای دیگر بخرم. سه روز خیلی بود. وقتی رسیدم خانه روی مبل دراز کشیدم و به سقف خیره شدم و سعی کردم به موهای گربه‌ای که دیروز روی مبل نبود ولی حالا بود فکر نکنم چون گربه نداشتم هیچ جور نمیتوانستم توجیهش کنم یک معمای مرموز و بی هدف دیگر سعی کردم به خواب بروم ولی وقتی نتوانستم سعی کردم کاری کنم خواب پیش من بیاید. این هم فایده ای نداشت. بلند شدم و دو تا آب نوشیدم و دوباره روی مبل دراز کشیدم. ذهنم به کار افتاد و چند تصویر شکننده از اعماق بیرون کشید که اگر سخت بهشان فکر می کردم احتمالا می شکستند. تصمیم گرفتم به جای اینها به آینده فکر کنم. سه روز دیگر در هواپیمایی به مقصد اروپا پرواز خواهم کرد درست مثل پدرم که حدوداً در همین سن رفته بود وقتی که بیشتر کسانی که می شناخت مرده بودند. خب گاهی باید دنبال بعضی ها رفت. نمی توانی انتظار داشته باشی هر صرفه و خراش و عطسه ای مال خودت باشد. حدود نیمه شب شروع کردم نوشتن آگهی ترهیم پدرم تا آنوک در روزنامه چاپ کند. بعد از دو روز خیره شدن به کاغذ سفید بالاخره شروع کردم. مارتین دین 1956 2001 پدر من که بود؟ سیراب شیردان جهان چربی گوشت زخم دهان زمان ناراحت بود از اینکه اسمی تاریخی مثل پاپ اینوسنت هشتم یا لورنزوی کبیر نداشت او مردی بود که برای اولین بار به من گفت اگر اسم بیمه عمر بیمه مرگ بود هیچ کس آن را نمی خرید. او فکر می کرد بهترین تعریف کمال این است که بگویی خاکسترت را دفن کنند. او فکر می کرد آدم هایی که کتاب نمی خوانند نمی دانند تعداد زیادی از نوابق مرحوم منتظرشان نشستند. او فکر میکرد شور مردم برای زندگی نیست، برای شیوه زندگی است. در مورد خدا، او فکر میکرد اگر در ای زندگی میکنی، دوست داری نام معمارش را بدانی. در مورد تکامل، او فکر میکرد منصفانه نیست که انسان در رأس حرم غذایی باشد وقتی همچنان تیتر روزنامه ها را باور می کند. در مورد درد و رنج او فکر می کرد می توانید تمامشان را تحمل کنید. تنها چیز غیر قابل تحمل ترس از درد و رنج است. به خودم استراحت دادم و چیزهایی را که نوشته بودم خواندم. تمامش درست بود. بد نبود. داشت خوب از آب در می آمد. ولی باید شخصی تر می نوشتم به هر حال او مغزی داخل یک ظرف نبود که صرفا نظریه صادر می کرد. انسانی بود که احساسات داشت. و همین احساسات بیمارش کرد. او هرگز به تنهایی غیر افسرده دست پیدا نکرد. تنهایی برایش دردناک بود. هر بار می شنید مادری در پارک با نگرانی بچهش را صدا می کند. او هم اسم بچه را فریاد میزد. همیشه این احساس شوم را داشت که برای هوگ و کوچولو یا هر اسم دیگری که داشت اتفاق بدی افتاده. همیشه به چیزهایی که برای بقیه مایه شرمندگی بود افتخار می کرد. اغده مسیح شدید و پیچیده ای داشت. جهانبینیش چیزی شبیه این بود. اینجا مفت نمی ارزد بیا دکوراسیونش را عوض کنیم. به طرز غریبی پر انرژی بود ولی عاداتی نداشت که انرژی به برای همین بود که همیشه موقع کتاب خواندن و تلویزیون تماشا کردن راه میرفت. رفت. می توانست با همه همدردی کند. و اگر میفهمید کسی در دنیا رنج میبرد باید به خانه میرفت و دراز میکشید به چیزهایی که نوشته بودم نگاه کردم و تصمیم گرفتم بروم سر اصل مطلب مفهوم مرگ تمام زندگیش را نابود کرد. فقط فکر کردن به آن باعث می شد مثل مبتلایان به تب جنگل از پا بیفتد. خدای من این مبحث باعث شد تمام وجودم سنگین شود. همانطور که تری متوجه شده بود وحشت از مرگ چیزی نمانده بود او را به کشتن بدهد. بابا هم اغلب این عقیدش را تکرار می کرد که ترس از مرگ پایه اصلی تمام باورهای انسان است. حالا می فهمیدم که خودم هم به نوع جهش یافته و کثیف این بیماری مبتلا شده بودم. یعنی ترس از ترس از مرگ. بله، برخلاف پدرم و تری از مرگ به اندازه ترس از مرگ وحشت ندارم. ترسی که باعث می شود مردم اعتقاد داشته باشند. یک دیگر را بکشند یا خودشان را بکشند. من از ترسی حراس دارم که قادر است به شکلی ناخداگاه وادارم کند، دروغی آرامش بخش یا گیج کننده جعل کنم. دروغی که شاید بدل به بنیان زندگیم شود. قرار نبود بروم به جستجوی چهره کابوس هایم. قرار نبود به سفری بروم تا درباره آن چهره بیشتر بدانم. و درباره مادرم و خودم واقعا میخواستم پدرم همیشه مدعی بود مردم اصلا سفر نمی کنند. بلکه تمام عمرشان به دنبال شواهدی می گردند تا اعتقاداتی را که از ابتدا داشتند توجیه کنند. البته که الهامات جدیدی بهشان می شود ولی بعید است این الهامات نوبنیاد اعتقاداتشان را در هم بشکند. فقط طبقاتی بر آن اضافه می شود. او اعتقاد داشت که اگر پایه بدون تغییر باقی بماند مهم نیست چه بنایی به آن اضافه کنی. این اسمش سفر نیست. چند لایه کردن است. اعتقاد نداشت کسی از صفر شروع می کند. اغلب می گفت آدم ها دنبال جواب نمی گردند. دنبال حقایقی می گردند که خودشان را اثبات کنند. نوشتن این جملات باعث شد به سفر خودش فکر کنم. چه کرده بود؟ شاید به خیلی جاها سفر کرده بود ولی به نظر نمی آمد خیلی دور رفته باشد. شاید تنی به آب استخر تجربه های مختلف زده بود ولی روحش تغییری نکرده بود. تمام نقشه ها و برنامه هایش بر محور ارتباط انسان با جامعه بود یا بزرگتر با تمدن یا کوچکتر با اجتماع آرزو داشت دنیای پیرامونش را تغییر بدهد ولی میدید وجود خودش صلب و غیر قابل تغییر است علاقه ای به آزمایش حدود خود نداشت. یک آدم چقدر میتواند گسترش پیدا کند. جوهرش میتواند یافت شود، بزرگ شود. روح میتواند از دهانتان بیرون بریزد. یک فکر میتواند رانندگی کند. بعید میدانم اینها به ذهنش رسیده باشند. بالاخره فهمیدم چطور بر ضد راه و روش پدرم تقیان کنم. طبیعت آنارشی من روشن بود. مثل تری بر لبه مرگ زندگی خواهم کرد. گور پدر دنیا. تمدن؟ جامعه؟ به جهنم؟ به پیشرفت پشت می کنم و بر خلاف پدرم توجهم را معطوف به درون می کنم نه بیرون. می خواهم به قعر خودم برسم. به قعر افکار. از زمان فرا بگذرم مثل بقیه من در زمان اشباع شدم در آن شنا میکنم در آن غرق می شوم. خونسا کردن این حقه ذهنی همه جانبه آسه در آستین خواهد بود. در جنگل های تایلند با موفقیت توانسته بودم افکارم را به پدرم منتقل کنم. هرچند نخواست باورشان کند. این یعنی که کنترل ذهن وجود دارد. برای همین است که باید مواظب باشی به چی فکر می کنی. برای همین است که بیشتر دکترها می گویند افسردگی و استراب و غم روی سیستم دفاعی بدن تاثیر می گذارند. همینطور تنهایی. در واقع تنهایی با عوامل مهمتر مرگ و میر، مثل بیماری قلبی، سرطان و خودکشی مرتبط است. حتی با مرگ اتفاقی یعنی اینکه حس تنهایی منجر به دست و پا چلفتیگری مرگ بار می شود. اگر تنهاییتان ادامه دار است به دکتر مراجعه کنید. ما با بیتوجهی خودمان را در افکار منفی غرق می کنیم و نمیدانیم دائم فکر کردن به اینکه من مفت نمی ارزم احتمالا به اندازه کشیدن روزی یک کارتون سیگار بی فیلتر کمل سرطانزاست. پس بهتر نیست دستگاهی بسازم که هر بار فکری منفی به سرم آمد به من شوک الکتریکی بدهد فایده ای دارد خود هیپنوتیزم چطور آیا می توانم حتی در خیالات و عقاید نظریات و توهماتم کاری کنم ذهنم در همان مسیرهای قدیمی نچرخد می توانم خود را از قید و بند رها کنم خودم را مثل سلول های مرده پوست جایگزین کنم؟ زیادی بلند پروازانه است؟ آیا خداگاهی کلید خاموش دارد؟ نمیدانم. نوالیس گفته بی خدایی یعنی باور نداشتن به خود. باشد. اینطوری من یک لاعدری هستم ولی آیا این پروژه من بود؟ امتحان محدوده قدرت ذهن و اینکه ببینم دنیای مادی چه شکلی است بعدش چی حتی اگر از زمان و مکان فرا بگذرم میتوانم از دنیا و در دنیا باشم یا باید در قله کوه زندگی کنم این یکی را واقعا نمیخواهم میخواهم آن پایین باشم و به بچه های هفت ساله رشوه بدهم برایم بلیت نیمبه های سینما بخرند. چطور میتوانم با این آرزوهای ناهمساز کنار بیایم؟ و میدانم که برای رسیدن به روشنبینی باید شاهد از همپاشیدگی نیازهایم باشم ولی من نیازهایم را دوست دارم پس آدم باید چه کار کند نوشته هایم را به علاوه یک عکس از آسترید مادرم برداشتم و چمدانم را بستم. حقیقتا زیبا بود. به نفعم بود. جامعه با دیدن چهره زیبا زبانش بیرون می آید. تنها کاری که باید می کردم این بود که از آن زبان بالا بروم و به دهانی برسم که هر چرا لازم بود بدانم به من می گفت. این زن زندگی ها را تحت تاثیر قرار داده بود. نه فقط زندگی پدرم. بعضی مرده بودند، بعضی خیلی پیر شده بودند. ولی یک جایی دوستان کودکی، دوست پسرها و اشاق وجود داشتند. بالاخره یک نفر او را به خاطر می آورد. یک جایی. نه من نه پدرم عشق چندانی به مذهب نداشتیم چون رمز و راز را به موجز ترجیح می دادیم. ولی راستش پدرم رمز و راز را هم دوست نداشت. برایش مثل سنگ ریزه در کفش بود. خب من راز و رمز را مثل او نادیده نمیگیرم. ولی تلاشی هم در حلشان نمیکنم. فقط میخواهم ببینم وقتی به کنهشان خیره میشوی چه اتفاقی میافتد من رد پای نامطمئن و مسخره خودم را دنبال خواهم کرد یک مدت در زمین سرگردان می شوم و خانواده مادرم را پیدا خواهم کرد و مرد متعلق به چهره در آسمان را. و می بینم این نسبت های مرموز مرا کجا خواهند برد. مرا به درک بهتر مادرم رهنمون می شوند؟ یا به شیطانی غیر قابل تصور. از پنجره بیرون را نگاه کردم. سحر بود. برای خودم قهوه درست کردم و آگهی ترهیم را یک بار دیگر خواندم. یک نتیجه گیری لازم داشت. ولی چطور می شود چنین زندگی را نتیجه گیری کرد؟ هدفش چه بود؟ چه ایدهی تمامش می کند؟ تصمیم گرفتم تمام آن مردمان بی فکر و احمقی را خطاب قرار دهم که او را حرامزاده خوانده بودند بی اینکه بدانند واقعا بود. مارتین دین پدرم بود. نوشتن این جمله نفسم را بند آورد. ناگهان چیزی را حس کردم که پیش از این حس نکرده بودم حس افتخار ناگهان حس کردم بر یک میلیارد پسر دیگر برتری دارم مفتخر بودم این اقبال را داشتم که مردی این چنین بزرگم کند مردی عجیب و سازش ناپذیر آش در هم جوش متحرکی از نظریات چه اهمیتی داشت فیلسوفی بود که خود را با تفکر به گوشه ای رانده بود او مردی بود بی نهایت با محبت که ترجیح میداد زنده زنده سوزانده شود تا اینکه نقصهایش باعث آزار کسی شوند او پدرم بود او یک احمق بود او احمق من بود نمیشد خلاصش کرد چطور می توانستم اگر من بخشی از او بودم چطور می توانستم بفهمم او بخشی از چه کسی بود به نوشتن ادامه دادم مردم این کشور بدترین القاب را به پدرم نسبت دادند. قبول او گاندی یا بودا نبود ولی راستش هیتلر و استالین هم نبود. یک چیزی بود این وسط. ولی چیزی که میخواهم بدانم این است که نظر شما راجع به پدرم چه تأثیری بر نظرتان نسبت به خودتان دارد. وقتی کسی به این دنیا می آید که به عمیق ترین جرفاهای ممکن شر می همیشه حیولا خطابش می کنی. یا شیطان یا تجسم شر ولی هیچ وقت در نظر نمی گیریم ممکن است این آدم واقعا چیزی فرازمینی و آن دنیایی با خود داشته باشد. شاید انسان شریری باشد ولی در نهایت فقط یک انسان است. ولی اگر انسانی خارق العاده در آن سوی گستر فعالیت کند، طرف خوبی مثل مسیح یا بودا، بیدرنگ او را بالا میبریم میگوییم خداست و الهی و فراتبیعی و غیر زمینی. این نشان می دهد ما خود را چطور می بینیم؟ راحت قبول می کنیم بدترین موجود که بیشترین آسیب را می زند انسان است. ولی به هیچ عنوان نمی توانیم بپذیریم بهترین موجود کسی که سعی در القای تخیل و خلاقیت و همدلی دارد می تواند یکی از ما باشد. خیلی نظر خوبی به خودمان نداریم ولی خیلی هم از این پایین بودنمان ناراحت نیستیم. همین خوب بود. یک نتیجه گیری گیج کننده بی ربط. آفرین به خودم. اسم آنوک و خبرگزاری هابز را رویش نوشتم و انداختم در صندوق پست. بعد رفتم بانک و دیدم پول به حسابم آمده و یک تاکسی به مقصد فرودگاه گرفتم. این بار با اسم خودم کشور را ترک می کردم. به زن بیلبخند پشت پیشخان گفتم یه بلیط برای اروپا میخوام. کجای اروپا سوال خوبیه بهش فکر نکرده بودم گفت: واقعا و به سندلیش تکیه داد و پشتم را نگاه کرد فکر کنم دنبال دوربین مخفی میگشت اولین هواپیمایی که به محدوده اروپا پرواز میکنه چه ساعتی بلند میشه یک ساعت و نیم دیگه یه پرواز داریم به جمهوری چک جمهوری چک؟ فکر میکردم میگوید پاریس و من خواهم گفت پاریس این موقع سال خیلی قشنگه بیلی تو میخوای یا نه؟ حتماً جمهوری چک این موقع سال خیلی قشنگه. بعد از خرید بیلیت و تحویل چمدان ها یک سمبوسه سبزیجات ده دلاری خوردم. بعد رفتم سراغ تلفن عمومی و دفترچه تلفن را نگاه کردم ببینم انتشارات استرنج ویز هنوز وجود دارد و اگر وجود دارد آیا هنوز استنلی ادارش می کند یا نه؟ مردی که سالها پیش کتاب راهنمای تبهکاری هری وست را چاپ کرد. اسمش آنجا بود. شماره را گرفتم. الو؟ سلام استنلی؟ بله. هنوز کتاب چاپ میکنی؟ مجلات آقایون. من یه کتاب نوشتم که شاید برات جالب باشه. گفتم مجلات آقایون کری؟ من کتاب چاپ نمی کنم. یه زندگی نامه است. برام مهم نیست. زندگی نامه کیه؟ مارتین دین. صدای دم عمیقی به گوشم خورد. اینقدر شدید که احساس کردم گوشم به داخل گوشی مکیده شد. تو کی هستی؟ پسرش. سکوت. بعد صدای جابجا جا شدن کاغذ به گوشم خورد. استنلی گفت جسپر درست میگم؟ بله. میخوای بیای دفتر من؟ اگه اشکالی نداره میخوام پستش کنم. دارم میرم خارج و نمیدونم چقدر میمونم. راستش اصلا نمیدونم هیچ وقت بر میگردم یا نه. تو هر کاری خواستی باهاش بکن. باشه. آدرسم و داری؟ دارم. منتظرم بخونمش. هی، hey, بابت پدرت متاسفم. بی اینکه جوابش را بدهم گوشی را گذاشتم. راستش نفهمیدم از مرگش متاسف بود یا از اینکه پدرم بود. الان در بار فرودگاه نشستم و دارم بدون دلیل خاصی یک لیوان آبجوی گران ژاپنی می نوشم. کنارم زنی نشسته که در یک محفظه کوچک حمل گربه یک گربه دارد. با گربهش حرف می زند. بهش می گوید جان. کسانی که اسم آدم روی حیواناتشان می گذارند بی اندازه افسردم می کنند. به حرفایش گوش می کنم. لحظه به لحظه بدتر می شود. اسم گربه فقط جان نیست، جان فیتس پاتریک است. این یکی دیگر شورش را درآورده. حالا که داستانمان را با تمام جزئیات دلپچاور، آور، هیجان انگیز و سیگار لازم کنش تعریف کردم، در این فکرم که آیا می ارزید؟ فکر نکنید می خواهم انقلابی را آغاز کنم یا انقلابی را که در جریان است به پایان برسانم. قبل از اینکه آغاز کنم نویسنده نبودم ولی نوشتن یک کتاب از آدم نویسنده می سازد. به هر حال نمیدانم میخواهم نویسنده شوم یا نه. هرمان هسه گفته خلاقیت حقیقی انسان را به انزوا می کشاند و چیزی می طلبد که تنها با کاستن از لذت زندگی به دست می آید. به نظر من که چیز جالبی نمی آید. از بلنگو اعلام کردند باید سوار هواپیما بشوم. قبل از ارسال این نوشته ها برای استنلی آخرین کلمات را می نویسم. چه فکری مناسب به پایان بردن این نوشته است؟ شاید باید این نوشته را با نظری نیمه متعالی راجع به زندگی خودم به پایان برسانم؟ یا به اینکه گاهی لنگرها میخورند به ماهیهایی که آهسته حرکت می کنند؟ یا راجب به اینکه قورت دادن آب دهان فرو نشاندن امیال خشن است یا راجب به اینکه مردم برای کسانی که اخیرا مردند عزاداری می کنند ولی برای مرده های قدیمی هرگز یا راجب به اینکه ابلهان دانا دکترهایشان را قافل میکنند. می کنند بازنده ها پدرشان را مقصر می دانند و وامانده ها فرزندانشان را. یا راجع به این که وقتی بچه هستی برای اینکه که پیرو جمع نباشی با این جمله به تو حمله می کنند. اگه همه از بالای پل بپرند پایین تو هم باید بپری؟ ولی وقتی بزرگ می شوی ناگهان متفاوت بودن با دیگران جرم به حساب می آید و مردم می گویند هی hey, همه دارن از روی پل می پرن پایین تو چرا نمی پری؟ یا <تصفح> شاید باید با نوشتهای خوشبینانه تمام کنم و بگویم حتی اگر دیگر هیچ عزیزی برایت باقی نمانده که دفنش کنی خوب است خوشبین باشی و محض احتیاط یک بیل همراه داشته باشی. نه هیچ کدام اینها خوب نیست. راستش وقتی هم ندارم. هواپیمایم ده دقیقه دیگر پرواز می کند. این پاراگراف باید آخرین پاراگراف باشد. هی hey, این یک سوال است. اگر استنلین را چاپ کند چه کسی میخواندش؟ هیچ کس؟ بالاخره یکی بین این شش میلیارد پیدا می شود که چند روز وقت اضافه داشته باشد. یک آدم ملول بین این تعداد سرگیجاور از انسانها که روی توپ کوچک و سبزابی ما وول میخورند. میدانید یک جایی خواندم که تا سال 2050 دو میلیارد نفر به جمعیت زمین اضافه می شود. عجب فوران خودخواهانه ای از بشریت. از من بشنوید. لازم نیست مردم گریز باشید تا از فکر این همه آدم در خیابانها که به هم تنه میزنند از وحشت یخ کنید. ولی اگر مردم گریز هم باشید بد نیست. پایان کتاب